دوستان عزیزم سلام. پیرو ویدیوهای آموزش نصب و تنظیمات توزیع جنتو، در آخرین ویدیو من مشکلاتی داشتم برای ضبط و اینکه قسمتهایی از ویدیو کامل در اواخرش ضبط نشد و یه مقداری مشکلاتی داشت که خب این یک مقدار باعث شده بود که من در این فکر باشم که اصلا ویدیو رو پست بکنم یا نه، ولی آخر به این نتیجه رسیدم که بهتره که ویدیو رو پست بکنم تا اینکه انتشار این قسمت از ویدیو رو به تاخیر بندازم. و خب در آخر اون ویدیو تنها کاری که من کردم اینجا بود که پس از لاگین شدن یه پکیج نصب کردم به اسم اسکرین فچ و خب احتمالاً همه اونو میشناسین و یه پکیجی هستش که میاد و توزیع نصب شده رو به علاوه یه مقدار از پارامترهای سیستم رو نشون میده. اینجا الان شما ملاحظه می‌فرمایید که ما خب الان آلردی جنت رو داریم و خب این هم مشخصات سخت افزار رو مثلا سی پی یو، رم و خب شل و این هست. خب و ما الان در حال حاضر فقط در محیط کامند لاین هستیم و هیچ گونه دسکتاپ گرافیکی نداریم. همین الان میشه در حالت کامند لاین به شکل یک سرور اینو تنظیم کرد و برنامه هایی که مورد نیاز هستش برای کار یک سرور روش نصب کرد، ولی خب هدف من اینجاست که برای عمده کاربران دسکتاپ گرافیکی مد نظر هستش و من الان میخوام اون رو جلو برم و تنظیمات رو کامل بکنم و دسکتاپ گرافیکی هم نصب کنم. خب و ببینید، اولین چیزی که من میخوام به شما بگم اینجاست که الان ما اگر خاطرتون باشه ما الان در آخرین قسمت ما آی پی که میخواستیم بگیریم دستور DHCPCD رو میزدیم و بعد این کارت شبکه‌ای که شناخته شده و این برای ما آی پی میگرفت. و خب الان مشکلی که اینجا هستش ما اینجاست که با هر بار بوت شدن نمیخوایم این کار بکنیم و ما میخوایم به صورت اوتوماتیک این کار بر ما انجام بده و در ویکی جنتو این به صورت در واقع توضیح داده شده با INITD هستش، ولی ما الان سیستم دی داریم و برای سیستم دی این تنظیمات یه مقدار متفاوته. اگر مایل بودین باید در ویکی سیستم دی اینا رو بخونید که به چه شکل هستش و من الان میام اون کار رو میکنم و عرضم به خدمت شما که فایلی که من باید من در یک سمت دیگه الان یه مانیتور دیگه باز دارم و ویکی از رو اون میبینم، البته به اینکه همینجا هم به اینترنت دسترسی داشته باشیم و بتونیم که در واقع ویکی و همچنین گاید هایی که موجود هستش هندبوک رو بخوایم بخونیم به چه شکل هستش. خب فایلی که من باید ادیت بکنم اسمش هستش این 50dhcp.network. خب و اینجا باید چیزی که بنویسم، اینجا باید بنویسم match اگر کارت شبکه‌ای که ما داریم نیمش بود EN ستاره این هستش network و DHCP مساویس با yes. خب و کنترل او این رایتش کنیم و سیستم CTL اینیبل سیستم داش نتورک دیمون. خب ببینیم درسته کریدیت سیم لینک، بله سیستم سیستم CTL start سیستم داش نتورکد سیستم دی نتورک. ببینم start رو زدیم create service سیستم CTL استارت حتما این اینبل کردیم. بذارید همه ریبوت بکنیم ببینیم به چه شکله. بله این کلن این نکته این که ما با سیستم دی رفتیم، سیستم دیمون رفتیم و سیستم قدیمی اینیشیالیزیشن آینتی استفاده نمی کنیم یه مقداری متفاوت استش و اینجاست که خیلی از جنتو استفاده میکنن به خاطر وجود INITD و میخوان اجتناب از سیستم دی. الان میبینید ما آی پی گرفته اون کار کرد، فقط باید اینیبلش میکردیم و خب منتها خب
حالا بنا به دلایل زیادیه که شما سیستم دی رو ممکن احتیاج داشته باشید. مثلا گنوم با آین آی تی دی کار نخواهد کرد، نیاز به سیستم دی داره. خب من الان در این لحظه میخوام که گنو اسکرین رو نصب کنم، که خاطرتون باشه اسکرین مولتیپلکسر بود و اجازه میداد که ما چند تا ترمینال داشته باشیم. یه نکته که اینجا هست، الان من کلیت هایی که میزنم و به شما میگم، حتی در سیستمی که ما اسکرین نداریم، ما عملا پشت اگه سیستم باشیم چند تا ترمینال داریم و به اونا میگن تلتایپ ترمینال هایی که هستش. اگه من آلت و کنترل نگه دارم و F1 بزنم، این الان ما توی تی تی وای صفر هستیم. اگه آلت و کنترل نگه داشتم و F2 رو زدم، اون بالا رو نگاه کنید، میبینید تلتایپ های مختلفی ما داریم. توی سیستم هایی که شما عمدتا باش کار دارین، دسکتاپ ها مثلا، یکی از اینها در واقع برای گرافیکال دسکتاپ شما استفاده میشه. حالا مثلا گنوم، KDE یا چیز دیگری داشته باشین، XFCE، و بقیهشون رو برای تلتایپ برای کار معمولی در دسترس دارید. خب الان مگه مثلا اینجا رو لاگین بشم، ببینید این تی تی وای یکه. من بیام اینجا، این تی تی وای دوست. خب و الان مثلا میرم تی تی وای 7، تی در واقع 6 میشه، یعنی alt control F7 فکرم 6 بشه، F6. خب alt control F6 رو من زدم، این تی تی وای 3. حالا نمیدونم ترتیب اینها دقیقا به چه شکله، حالا نمیدونم اشتباه من زدم حالا، ولی خب اینم اگزیت. الان ما alt control F1 هستیم و منتها خب ببینید، عمدتا چیزی که اتفاق میافته اینجاست که یه پکیجی رو اغلب نصب میکنن، به خصوص رو سرورها، یا گنو اسکرین رو چیز میکنن، نصب میکنن. خب حالا اسکرین بزنم احتمالاً حالا هزار تا ریزالت میاد، ولی چیزی که ما باید نصب بکنیم، بذارید ببینیم. آها، اپ میسلنیوس اسکرین. خب که اسکرین منیجر وید VT 100 and C terminal emulation اونه. خب و یا چیزی که نصب میکنن یه برنامه دیگری هستش به اسم تی ماکس. خب جادی توی توییتر گفته بود که میخواد برای تی ماکس یه آموزش بده و خب خیلی دوست دارن که از تی ماکس استفاده کنن، که در واقع از سیستم های BST based منشأش بوده، الان بر اساس لایسنس ISE هستش. خب که سازگار با GPL. بنده خود من شخصا با گنو اسکرین راحت هستم و اونو نصب میکنم. به هر صورت ببینید این مزایای به خصوص زیادی داره. امرج دیگه اسکم نمیزنیم، یه ضرب میریم اپ داش میسک میسلنیوس اسلش اسکرین. خب دیگه زدیم که یه ضرب بگیره و همه دیپندنسی ها و اینا خودش برای ما اینا رو نصب خواهد کرد. و خب ببینید، به فرض اگر شما کامپیوتر خودتونم که باشه، توی یه ترمینال میتونید با یه سری این شورتکات هایی داره، حالا من کلیدش رو بهتون نشون میدم میگم، و میتونید چند تا توی همون یه پنجره ترمینال ویندوهای مختلف داشته باشین. بعد اگر مثلا سرور باشه، میتونید برید اونجا و این اسکرین رو اجرا میکنید، چند تا مزیت داره. با این اینترنت افتضاح ما، اگه یهو کانکشن SSH شما قطع بشه، که الان هم خیلی دارن اذیت میکنن، بعد شما خیلی راحت وصل میشین و ری اتچ میکنید به اون گنو اسکرینتون. خب این بکگراند در حال اجراست. یا اینکه مثلا میتونید خودتون ساسپندش کنید، دیتچ بشید، ولی برنامه‌ای که توش در حال اجراه، حالا هر چی که هستش داره کار میکنه، یا مثلا وسط اپت گیت، مثلا اپت دیست اپگرید باشین، یا مثلا حالا با دی ان اف دارید اپگرید میکنید، همه چی از بین نمیره، خب کیل نمیشه. این برنامه خیلی مزیت های زیادی داره و خب من شخصا از این اسکرین خیلی استفاده میکنم و دوستان دیگه هم از تیماکس، و من توصیه میکنم حتما اینو، یکی از این دوتا رو یا هر دوش رو به هر صورت یاد بگیرید. خب الان که من این کار کردم، خب
اگه من الان دست رو هو رو بزنم توی تیتیبای دو هم الان یکی اینجا هستش، اینم خارج چین. خب دستور هو نشون میده که کیا به سیستم وصله. الان ما خودمونیم فقط توی تیتیبای یک. خب حالا من اگر بزنم اسکرین، خب الان پیش‌فرض ممکنه چی نشون نده بر حسب تنظیماتی که داره. خب ببینید شورتکات این، خب شورتکات اسکرین کنترل A هستش و بعد ما یه علامت سوال بزنیم، یکی خب کنترل A که زدی بعد هر کدوم از این کلیدها چی کار میکنه. خب و مثلا به فرض کنترل A N اگه ما بزنیم، N کوچیک، خب یه دونه پنجره جدید بر ما باز میکنه. خب الان اسپیس، خب کنترل A من N بزنم باز N ببخشید next window، کنترل A C create window. خب الان مگه اینو بیام ببینیم، مثلا ناکنید دوتا داریم، توی یکیش مثلا میتونیم ما مثلا یه کارایی بکنیم، تو اون یکیش هم مثلا یه کارای دیگه بکنیم. خب میتونیم با کنترل A، من الان N رو دارم، کنترل A N، کنترل A N، کنترل A P previous، کنترل A previous، کنترل A بعد علامت دابل کوتیشن لیست پنجره های واز نشون میده. خب بعد کنترل A، حالا دو نقطه مثلا میزنم، اولی رو خب نه ببخشید تایتل اینو میزنم work. خب یعنی اگه ببینیم این شد work. خب اینو کنترل A مثلا دو نقطه تایتل نانو، این شد نانو. خب مثلا اگه کنترل A دابل کوتیشن رو بزنیم الان میبینیم که دوتا داریم. خب اگه ما الان هو بزنیم، خب الان به ما نشون میده که ما میبینیم تی تی وای یک، حالا اسکرین صفر و اسکرین یک، ما دو تا ترمینال داریم. بعد اگه کنترل A دی بزنم یا ما دیتچ میشیم از این اسکرین. خب الان اگه هو بزنم میگه که خب الان فقط خود اینجا هستی، بعد اسکرین داش LS بزنم میگه آقا یه سشن اینجا هستش که ازش دیتچ شدی، اسکرین داش ری اتچ بشم بعد دوباره بهش وصل میشم، میبینید اومدم توش و این برنامه‌ای که مثلا در حال اجرا بوده من اینجا دسترسی دارم. خب حالا کلا اسکرین و تیماکس خودشون ویدیوهای مخصوص خودشونو میطلبد و الان خب من نشون میدم، ما برای اینکه علت اینکه حالا من اینو داریم اینجاست که من یه بار میخوام کار کنم، یه بار یه چیز دیگه نصب یا دانلود و کامپایل کنم و این مزیت خوبیه. حالا من اگزییت بزنم، کنترل ایکس اگزییت، اصلا حالا یه ریبوت اصلا بکنم یه ریبوت هم میکنیم خب که اصلا از اول میایم هیچ ترمینال و سشن و چیزی در کار دیگه نیست. الان یه ضرب میریم وارد میشیم. خب من اینجا میزنم روت، به پسوردمونم میگم وارد شدم. خب اینجا یه ضرب میرم اسکرین. خب اسم این اسکرین اولمون رو میزنیم تایتل ورک. خب بعد حالا مثلا اینجا من یه برنامه میخوام نصب کنم، مثلا ویمو. خب امرج ویم که مثلا نصبش هم طولانیه. خب الان جستجو بکنه، آی پی هم گرفته چون ما تنظیمات رو درست وارد کردیم. بگرد 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 دیپندنسی ها رو برای ما محاسبه کن. آها میبینید تعداد زیاده. خب حالا یه نو بزنم. خب اینم بزنم آقا اصلا تایم که ببینید این اصلا کل ماجرا که طول میکشه ما چجوری اسکن برمیداریم. آقا یه ضرب نصب کن دیگه برای ما. خب ببینیم دیپندنسی، آها این داره الان کار شروع میکنه کردن. خب حالا من کنترل A میزنم، بعد میزنم دو نقطه اسکرین، یه اسکرین جدید برام درست کن، اسم تایتلش رو بذار مثلا چی بذار اسم تایتل اینو. خب مثلا ورک دو. خب که الان ناکنید ما اینجا این اولیه کنترل دو نقطه تایتل اسمشو میذاریم ورک. چرا اپلای نشده بود؟ کنترل A اینجوری. خب این یکی هم کنترل A دو نقطه تایتل ورک دو. خب میبینید ما الان دوتا داریم. خب حالا تو این ورک دو مثلا من میتونم به کارهای دیگه بپردازم تا اون ویم خورد خورد برای ما نصب بشه. خب ببینید تو آخرین قسمت اون در واقع هندبوک
مربوط به AMD 64، یعنی x86 64 اومده بود گفته بود خب حالا یه یوزر اد بکن. خب و ما الان وارد اون مرحله میشیم و خب الان من کاری که میکنم اینجاست که یوزر اد خب اسلش ام که میک هوم بکنه، به چه گروپ های ادش بکنه، به گروه یوزرز ادش بکنه، خب گروه ویل. این اجازه میده که این یوزر بتونه از دستور سو استفاده کنه، آدیو خب یعنی سوپر یوزر، ویدیو خب، و عرضم به حضور شما که داش اس خب چشلی اسلش بین اسلش بش و اسم یوزرم مثلا باشه اسم خود من. خب و اینو ما میزنیم یوزر اد. خب این یوزر اد شد. خب و عرضم به خدمت شما که یه پسورد درست حسابی هم بهش میدیم. آها ببینید نها کنید، یه نکته به خصوصی رو من میخوام اینجا به شما نشون بدم و اونم اینجاست که در واقع ما الان اگر نانو اسلش ای تی سی اسلش پس دبلیو دی بکنیم، خب اینجا یوزرهایی که فعلا تو سیستم هستن اینجاست. خب میبینید که اینها یوزرهایی که هستن و مثلا جز به چه گروه هایی هستن و یه همچین چیزایی، و مثلا شما اون جزو چه گروه هایی هستن، هر کدوم معنایی به خصوصی داره و میتونید اینا رو مثلا هر کدومی که اگه خواستین این فایل پس دبلیو دی رو اینا رو مطالعه بکنید که مثلا این مثلا این عدد آیدی این شلشه، این هوم دایرکتوریشه، روش هایی هست مثلا برای فعال کردن یا غیر فعال کردن یوزرها از طریق همین و یا ساختن یوزرها، چیزایی به خصوص مختلفی که هستش. خب من الان یه لحظه برم اسکرین سشن صفرم ببینیم که کنترل A صفر رو من میزنم ببینیم که میبینید ویمه داره اونجا خورد خورد بر خودش کار میکنه. کنترل A N میزنم نیکس، برگشتم اینجا. خب کجا بودیم؟ من این یوزر رو درست کردم. خب پس WD علی میر جمالی. خب اینم ما فعال کردیم. ببینید ما حتما نیاز به یوزر غیر روت داریم، به این خاطر که الان این روزها خیلی از برنامه اصلا با یوزر روت کار نمیکنه. مثلا یکی برنامه که من یادم مثلا VLC بوده، یا اصلا خیلی مهمتر خود KDE الان با یوزر روت اصلا فکر نمی کنم بشه لاگین شد. خب پلاسما و نیاز هست به یوزر دیگه، بنابراین باید این کار بکنید. ولی مهمترین دلیلش هم حتی اگر نخواین هم، یعنی یه سرور دارین، سیکیوریتیه و ما باید یوزر رو که نصب میکنیم خب بعد از اون در واقع سودو نصب کنیم و یوزر روت رو دیسیبل کنیم، یعنی همین چیز شبیه کاری که اوبونتو به صورت پیش فرض کرده، ولی اینجا همه چی دستیه. خب ما اینجا emerge منفی search sudo، ما باید sudo رو نصب کنیم، میگردیم دنبال پکیج sudo. خب حالا app-admin/sudo یه نکتم هست، بعضی وقتا ما میتونیم مثلا همینجوری با emerge اون app-admin رو نزنیم، اگر مثلا sudo فقط یکی باشه دیگه خودش مثلا همونو برای ما میگیره. خب یه دستور هم اینجا من میگم ببینید fetch only، یعنی اینکه آقا فقط اینو دانلود کن نصب نکن. البته امرج این مکانیزم رو داره که اگر به اصطلاح چند تا برنامه رو بخواید با هم بگیرین اینا، یعنی نصب کنید، مثل اپت نیستش که بگی آقا یه بار دیگه دارید یه چیزی رو نصب میکنید من هیچ کار نمیتونم بکنم. فکر کنم بتونه پارالل با هم اینا رو هم نصب بکنه. بذارید الان امتحانم بکنیم ببینیم. الان این آره ببینید این هنوز داره اونور میره جلو، خورد خورد ویمو نصب میکنه. حالا بریم سودو. خب میبینید الان ما هم اون ور داریم سودو رو نصب میکنیم، چیزه ویمو نصب و دانلود میکنیم، دانلود و نصب و کامپایل میکنیم، هم این ور سودو رو. خب حالا یه خورده صبر میکنیم که این چیز بشه، نصب بشه. خب خب
من تو این فرصت خب یه دونه ترمینال دیگه باز بکنم یا نه؟ سودو قاعدتا انقدر کامپایلش طول نمیکشه، خب برخلاف ویم که خیلی طول میکشه، اپتیمایز هم نیست خیلی، این یکی باید به نسبتا سرعت خوبی کامپایل نصب بشه. خب ببینیم مثلا الان ویمه هنوز ویمه نکنید تقریبا 6 دقیقه طول کشید، خب و خب سودو هم الان تموم میشه. من الان برگردم توی ترمینال صفرم ببینم اشتاپ دارم نه. خب اصلا اینجا امرج اشتاپ هم بگیریم برای اینکه مثلا بتونیم پروسس ها و میزان استفاده از چیز رو ببینیم. این اشتاپ نسبتا کوچیکش، دیپندنسی آنچنانی هم نداشت، با سرعت خوبی جلو خط رفت. من کنترل ای ان زدم رفتم سمت ترمینال تی تی وای چیز اسکرین ترمینال یک، اون اولی صفر. خب کنترل ای ان ببینیم صفر الان این چیه؟ این اشتاپ، کنترل ای ان این سودوه. خب اینا حالا همه داره خورد خورد نصب میشه. این اشتاپ تموم شد. آره من اشتاپ دارم، میدید اون بر سودو داره کارشو میکنه. خب حالا اینو اگزیت بزنیم، ویم ببینید نصب شد. آره اینم ویمه، خیلی خوب. خب یه برنامه دیگه هم که من میخوام، من توی قسمت اول یا دوم ویدیو از یه برنامه اسم اسپیدومیتر برای اینکه میزان استفاده از اینترنت رو ببینم و سرعت و اینا استفاده کردم. اینجا نداریم فکر کنم، متاسفانه مخازنش کامل نی، بنابراین یه چیزی داریم به اسم امج ان چی شد؟ اون ور بود، این پیغام این ور بود. خب امرج ان لاوت، ان لاوت بر من بیار. چقدر ان لاوت چند تاست؟ خب میبینید نت انالایزر انلات کنسول اپلیکیشن ویچ این پایین ترین خط. خب کنسول اپلیکیشن ویچ مانیتورز نتورک ترافیک بندویت یوزج این ریل تایم. خب ما اینو میخوایم، امرج نت داش انالایزر اسلش انلات. برو بریم ببینیم این ور چه خبره. هنوز سودو در حال کاره. خب بریم ببینیم، این یه دونه از خوشبختانه زیاد نیست. خب ما انلادو گرفتیم. که الان یه مداری وضعیت بهتر میشه، خب میتونیم تعداد کارهایی که میکنیم بهتر شه، چند تا کار با هم بکنیم. خب این چی؟ خب سودو تموم شد. خب گروپ اد خب قبل از اینکه من برم سودو، یه نکات فایل اصلی سودو رو نباید با ادیتور همینجوری چیز کنیم، ادیتش کنید، باید با دستور وی آی سودو ادیتش کنید. خب که این ادیتور پیش فرض سیستم میاره. من فقط بگم که اینجا میاد، خب اینا توی سیستم های دیگه تو توضیح دیگه اینا اتوماتیکه، ولی اینجا دستیه. خب اینجا میگه که آن کامنت تو الو ممبرز اف دی گروپ سودو تو اگزیکیت انی کامنت، که این رایجه، یعنی میگه آقا یوزر رو به گروهی درست کن، اسمش رو بذار سودو، بعد یوزرایی که میخوان سودو کنن رو اد کن به این، که ما هم با همین این کارو میکنیم. خب یعنی که این کاری که کردیم اونو آن کامنت کردم، بعد حالا میزنم گروپ اد. خب یه دونه سودو میزنیم، خب این گروپ رو اضافه کردیم. خب و الان یوزر مود، خب ادش کن به گروپ سودو. کی کدوم یوزر رو؟ علی میرجمالی رو. خب این الان اضافه شد. خب حالا من عرضم به خدمت شما که از این دوست عزیزمون بیم بیرون، اگزیت رو زدم. خب این نت انالایزرم اگزیت رو بزنم، خب اسکرینمون تموم شد، اگزیت رو بزنم. خب حالا با یوزر علی جمالی میریم تو این، یه پسورد خوب و دقیقه هم دادیم برخلاف اون پسورد چرتی که برای روت داده بودیم. خب حالا کاری که میکنیم، اول یه سودو
دش آی میزنیم ببینیم اه سودو دش آی میزنیم. خب پسورد رو میگه بده. خب ببینیم آره ما سودو شدیم. خب و الان من کیم؟ روتم. خب میبینیم فلسفی ترین سوال لینوکسه. خب کامند لینوکسه. خب الان کاری که میکنیم اگه ببینیم الان فقط خودم لاگینم. خب حالا یه اسکرین باز میکنیم. خب و اینجا یه سودو دش آی میزنیم. توی سشن سه مون میخوایم حالت روت باشیم. خب و اینو اسمشو میذاریم ورک، یا مثلا چی شد تایتل که یه مداری پیغام های چیزم داره با میده. ببینیم خب کنترل A دو نقطه تایتل اینو ورک سودو. خب این الان لیست رو ببینم این شد ورک سودو. خب و الان یه دونه دیگه کنترل A کریت. خب اینجا یا اگزیت فرمان پیشرفتش رو میدم کنترل A دو نقطه یه اسکرین جدید برام باز کن اسمشو بذار اشتاب. چه کامندی توش اجرا کن؟ اشتاب. این برای اینکه آقا این اسکرین دوم ما شد به اسم اشتاب. خب بعد کنترل A create بعد انلاد رو تو این بزن. خب انلاد هم چیز نمیخواد خوبه پس اصلا بذار اینو اگزیت کنم که این بسشه. کنترل A دو نقطه اسکرین یه اسکرین جدید تایتلش باشه انلاد. کامند انلاد هم اجرا کن. خب اینم برای اینکه نتورک لاد ما رو ببینیم. خب حالا برمیگردیم صفر. آها یه دونه چیزم درست کنم کنترل A دو نقطه تایتل مثلا آدر تایتل چیه اسکرین دشتی تای آدر. خب هیچی هم نزنیم یعنی بش خالی برای من باز کن. خب سودو دش آی اینجا هم روت باشیم. خب ببینید الان ما اینو که داریم کنترل دو نقطه تایتل آدر دوباره بزنیم این ناکنید ما اینجا یه دونه سودو داریم یه دونه این اشتاپ ها داریم این هم آدر داریم. خب این هم بذارید یه دونه تایتل قشنگ تری بهش بدیم تایتل آدر سودو. خب اینو دادیم. حالا اینجا من یه چیز میخوام نصب کنم و اینم اینجاست که بزنم امرج برنامه رو میخوام نصب کنم. دوتا مرورگره یعنی براوزر تحت خط فرمان برای شما میخوام نصب کنم. اول سرچ کنیم یکیش ناکنید اسمش لینکسه. براوزر تحت خط فرمان ما چند تا بیشتر نداریم. میدید اتفاقا اینجا یکی از جایی که اگه من بزنم امرج لینکس بعد میاد بگه هوی کدومش رو میخوای اون که مال آفیسه یا اینکه که برای کار لاتکس و ایناست یا اینکه برای www کلاینت که ما دقیقا باید بگیم که اینو میخوایم یعنی www-client/links. اون این لینکسی که اینجا میبینید یه برنامه اصطلاح عرفان یتیمه که هزانتشو ISC بر عهده داره و دیولپ میکنه و نگه میداره. این یکی هم باز اسمش لینکس مونته اینجوری مینویسن یعنی دوتا با هم اصلا میخوام نصب کنم. خب دوست داریم و خب این برنامه حالا بیاد میبینید خوشبختانه هیچ دیپندنسی هم نداره. ما الان دو تا براوزر تحت خط فرمان هم اصلا اینجا داریم میخوام نصب کنیم. خب برمیگردیم به اسکرین صفرمون. خب و الان من کاری که میخوام بکنم آها ببینید من الان حالا میخوام یوزر روت رو دیسیبل کنم و چجوری این کارو میکنیم ببینید میزنیم پس WD-L برای لاک روت. خب و الان کاری کرد که یه فایلی داریم که پسورد داره به صورت هش شده توش نگه میداره که اگر بخواین باید اون رو بخونید که فرمتش چیه چه با چه انکودینگیه یعنی پس ببینید پسورد به صورت کلیر تکست توی لینوکس ذخیره نمیشن به روشی ذخیره میشن. خب ببینم مثلا من پس WD اسم فایلش رو شاید برامون اینجا بگه. خب که فایلی که ذخیره میشه که یه در واقع الگوریتم ریاضی به خصوصیه آها اینجاست /etc/shadow. خب
یعنی اگر من بزنم نانو اسلش ای تی سی اسلش شادو، خب، یا مثلا بزنم کت اسلش ای تی سی اسلش لوله گرپ روت، خب این ناکنید مثلا یه پسوردیو یه اینجا ست میکنه، اینا همه یه معناهای به خصوصی داره، مثلا اینکه با چه نوع انکودینگیه، با مثلا چند وقت ممکنه اکسپایر میشه، یا مثلا فورس میکنه یوزر رو چند وقت یه بار عوض بکنه، و خیلی چیزهای دیگه که عرضم به خدمت شما که این هشینگ روش به خصوصیه که شما از پسورد میتونید به این هش برسید. یه چیزی هم به اسم سالت داره که از یه رشته رندومه، میتونید از پسورد به این هش برسید، ولی به هشت پسورد، ولی بالعکس صادق نیست، یعنی نمیتونید که با این بتونید به پسوردی که کاربر داده برسید. حالا اگه خواستین اینا رو مطالبه کنید. و بعد در ضمن الان پسورد روت رو با پسورد دیسیبل کردم، اگه قبلا روت یکی فعال بوده باشه و با SSH لاگین یا با SSH یا RSA کی فعال بوده باشه، اون نمیشه که تو این سیستم. من میدونم خب نیست دیگه، خودم از اولش بودم، ولی این یه مواردیه که باید مد نظر داشته باشین. یعنی عملا یه جوری میشه کرد که یوزر فقط بتونه مثلا با RSA کی لاگین بشه و اصلا پسورد نتونه بزنه. حتی من توصیه نمی کنم یوزر معمولی روتو که کلا باید دیسیبل کرد، یوزر معمولی هم حالا این توصیه نمی کنم که باید بتونه سودو کنه دیگه. خب حالا ببینیم اینجا ما چی داریم. این اچتاپمون الان هیچ خبری نیست، اینور اینترنت هم خبری نیست، پنینه تمومه. خب حالا اگه مثلا بزنم لینکس، خب مثلا ویکی .gentoo.org، این میاد توی خط فرمان، اینو برای ما میاره. میبینید ما اونجا اومد و ما حالا مثلا توی ویکی که هستیم میتونیم اینا رو بخونیم و بعد بریم اون هندبوکه رو ببینیم و این چیزهای مختلف و اینا، ولی من خوشم نمیاد، یعنی عملا برای من راحت نیست. داکیمنت تاپیک، حالا مثلا اینجا سرچ کو، مثلا آقا میزنیم سرچ، خب سرچ همینجاست، مثلا بزنیم آقا AMD 64 handbook go، اینو ببینیم میتونه برای ما بیاره. navigation result content page اصلا complete AMD 64 handbook، مثلا من میتونم برم اینجا بخونم همون چیزی که ما اونجا دیده بودیم. اینجا همه رو میبینید، ما میتونیم اینجا مثلا بیایم تیکه تیکه قسمت های مختلف رو ببینیم، مثلا این finishing off، این قسمت های آخر کاره که مثلا همون ماجرای درست چیز به اصطلاح درست کردن یوزر و اینا رو اینجا مثلا باید قاعدتا توضیح داده بشه. خب حالا مثلا یا بکش به چیه configuring the system، خب خیلی چیزایی که اونور ما دیدیم، میبینید این FSTAB و اینا که اونور ما دیدیم، این همه توضیحات بود. ما تو در محیط ترمینال من راحت نیستم، شما رو نمیدونم. Do you really want to exit؟ آره yes، میخوایم خارج. خب برمیگردیم به ترمینال شماره صفرمون. خب الان میخواستیم دیگه چیکار بکنیم؟ میایم بالا، من در اونور یه دونه لیست درست کردم، دارم از اونور میبینم. خب من در مورد مشکلات اسکرین ریکوردینگ که گفتم، اسکرین فچ هم که به شما نشون دادم، دی اس سی پی هم که درست کردم، تی تی وای های مختلف هم که درست بهتون گفتم، اسکرین رو گفتم، ویم رو نصب کردیم، لینکس رو نصب کردیم و نشونتون دادیم. برای سرگرمی به یاد زمان داس که ما جوان بودیم این رو نصب میکنیم. خب بعد تو این فرصت، خب سودو رو هم که نصب کردیم و یوزر هم که ایجاد کردیم، الان با همون یوزر خودمونیم در واقع، و پسورد گذاشتیم و به گروپ های مورد نظر هم گذاشتیم و اشتاپ و انلاد هم که گذاشتیم و آها خب دیگه چی؟ بله به کارهای اصلی داریم میرسیم. این ویدیو مثل اینکه این دفعه خیلی قرار کوتاه بشه. بذارم اینم نصب شه.
نه الان. حالا اون وقت که ما میتونیم برگردیم سرچ بکنیم. خب امرج منفی منفی دست دست سرچ. خب چیزی که ما میخوایم ببینید، ما یه سری متا پکیج داریم خب، که متا پکیج ها در واقع مجموعه ای از تعداد زیادی پکیج هستند که با هم نصب میشه، انگار دیپندنسی. یعنی یه دونه میزنیم، یعنی اگه من بزنم emerge ask plasma dash meta، اگه چیز نباشه این یوهو مثلا با خودش مثلا تعداد زیادی دیپندنسی رو نداره، همه چی رو با هم برای ما نصب میکنه، دیسپلی منیجر رو، نمیدونم ایکس ویندو اگه لازم باشه، نمیدونم به فرض دارم میگم ویلند و همه چی. خب ببینید الان تعدادش خیلی زیاده. خب مثلا اگر بالا رو نگاه کنیم، مثلا KDE, CLI Tools, KVIN و ابزار مختلف، خب تعداد زیادی با هم نصب خواهد شد. یه دونه این در واقع خود KDE، شما صفحه ویکی KDE رو پلاسما رو توی چیز بخونید، ویکی جنتو بخونید، اینا رو همه رو توضیح داده که اینا کدومه چی مینیماله. این KDE متا فقط و فقط و فقط خود KDE است بدون هیچ گونه اپی. یه متا پکیج دیگه هم داریم به اسم KDE داش. خب بذارید اول سرچش کنم، سرچ. خب KDE داش اپس داش متا. که این هم در واقع یه تعداد زیادی چیز هستش، نرم افزارهای مختلفی هستش. حالا مثلا اگه من اینم بخوام ببینم KDE، مثلا از کالکولیتر رو، نمیدونم برازر رو، برنامه پلی کردن آدیو ویدیو، اینا همه چیزایی که مربوطه به تکس ادیتور رو، ترمینال رو، مثلا برنامه ترمینال KD اسمش الان دقیقا خاطرم نمیاد چیه، اینا رو همه رو با همین برای ما میگیر و دانلود و کامپایل رو نصب میکنه خیلی راحت و تنبل. و خب ببینید اینجاست که فرق با لینوکس فرام اسکرچ معلوم میشه. ببینید اینا اومدن همه تست شدن، بعد تنظیم شده که آقا دیپندنسی ها چیه، کدوم چی، کدوم لایبرری رو میخواد. مثلا به فرض دارم میگم اون کی گت مثلا برای دانلود احتمالاً، یا کی میکس احتمالاً برای آدیوس. خب اینا هر کدوم چه لایبرری میخواد. بعد توی موقعی که شما لینوکس پرام اسکرچه، اینا رو دیگه همه رو دستی باید به ترتیب مورد نیاز برید. یعنی اینکه یکی ممکنه سورسش تو گیت هاب باشه، یکی ممکنه سورسش توی گیت لب باشه، یکیش ممکنه برای خودش سایت زده باشه، سورسش اونجا باید بگیرید. بعد اینکه آقا چی و چه جوری کامپایل کنید، به چه ترتیبی، اونجا رو باید دیگه دستی برید. تست شد با چه آپشنی کامپایل کنید، اینجا همه چی تست شده است. ولی دیگه اون به نظر من یه زمانی بود که در زمان امستاس ما میگشتیم، همه میدونستیم که هر فایل مثلا چیه، به چه کاری میاد، مثلا چند صد تا فایل، 100 فایل که مثلا بیشتر نبود. امروزه اینکه بخوای همه اینا رو ببینید، شاید باشن بعضی این کار بکنم، من خودم این کار نمی کنم. خب حالا این چی؟ آه هنوز MCA تازه اینجا داره نصب میشه، برنامه مورد علاقه منه، من حتی الان استفاده نمی کنم از این، ولی خب شاید هم گاهن استفاده میکنم. ولی به یاد دوران قدیمی اون موقع برنامه ما داشتیم به اسم نورتون کومنده، که الان اینو زدم بینا میگن ارتودوکس فایل منیجر. یعنی مثلا شما از یه بر میخواید فایل کپی کنید، میاد مثلا اینجا توی مثلا /tmp مثلا بخوایم یه دونه مثلا اینو کپی کنیم، آها راستی اینم باید دیلیت کنیم دیگه، اون فایل استیج 3ه، مثلا من اینو میخوام دیلیت کنم، اینو اینجا روش F8 میزنم، بعد میگه دیلیت فایل، میام yes. خب بعد با F10 خارج شدم مثلا. خب اینم چیزه یاد دوران قدیمیه. خب حالا ما اینجا بودیم، خب این رو هم دیگه با این کار نداریم، از این خارج شیم. کنترل این که تایتل اینا رو عوض میکنه،
برای من عجیبه، ولی خب دیگه همینه دیگه. چرا تایتل اسکرین اینجا داره هر کدوم از این چیزها رو ترمینال ها رو تایتل هاشو که من میدم عوض میکنه، من اشتاپ هنه. هیچ اتفاقی نیست. خب حالا آره دیگه، من برم برای اون یه دستوری من میزنم، خب حتی بعدش کنسل میکنم. ببینید image fetch only، این فقط دانلود میکنه کامپایل و نصب و اینا دیگه نیست. خب KDE نه ببخشید پلاسما داش متا و اون یکی KDE داش apps داش متا. خب این اول ببینیم که الان برای اینکه مشکل فلگ داشته باشیم یا اینکه بخواد مثلا چیزی رو با ETC آپدیت بکنیم داره یا نه. قاعدتا نه، چون اولش ما یه پروفایلی داشتیم که یوز پلگ ها رو اینا رو همه رو درست برام بگیریم. ببینید الان داره دانلود میشه، هیچی نصب نمیشه. خب الان کنترل A N من بزنم، ببینید ما هیچ کار سی پی یو نداریم. کنترل A N ما اینجا بزنیم، آها ببینید اینجا الان داره نشون میده که با سرعت 11.23 مگابیت پر سکند داریم میریم جلو. خب کنترل A 0. خب الان داره میره جلو. خب من این رو کنترل C میزنم. خب حالا ببینید من این کامندو که میخوام بزنم، من الان میخوام این ویدیو رو قطع کنم و میخوام اول اینا دانلود بشه، بعد که دانلود شدش کامپایل و نصب بشه. چرا؟ چون میخوام ببینیم که تایم کامپایل و نصب چقدره، ولی نمیخوام تایم دانلود تداخلی در اون به وجود بیاره. شما میخوام ببینید برای یه کرنل کاستماایز اگه 1.5 دقیقه بود، برای برنامه دیگه مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه، اینجا دیگه این خبره نیست. ما داریم مجموعه کاملی از دیسپلی منیجر و دسکتاپ و گرافیکال دسکتاپ و همه چیزا اینا رو با هم نصب میکنیم و خیلی اینا حجم زیادیه. حجم زیادی که منظورم اینجاست که کار زیادی برای کامپایل میبره، خیلی ساعت میکشه. خب حالا ببینید شما توی کامند لاین وقتی که اگر یه اند بذارید، یعنی آقا این دستور بعدی که من میزنم چیزه به اصطلاح با این دستور همزمان اجرا بکن. خب اگر یه سمیکولون بذارم، یعنی آقا دستور مثلا الان بزنم بعدش مثلا آقا ls، یعنی اینکه آقا اول اینا رو دانلود کن بعد یه ls بگیر، اون امرجر رو انجام بده بعد که تمام شد یه ls. خب منتظر نکنید اگر من اینجا بیه and بذارم، این یعنی که آقا اگر دستور قبلی با موفقیت به اتمام رسید، حالا مثلا دستور بعدی، حالا من میزنم time emerge. خب حالا آقا دانلودت کردی بدون دیگه اسک هم نمیذارم، خب میخوام ویدیو رو قطع کنم اتوماتیک این خودش این کار بکنه. پلاسما داش متا KDE apps داش متا. حالا یعنی اینکه آقا دانلودت که تموم کردی، بعدش اینا رو کامپایل و نصب کن، و چون تایم هم گذاشتم آخرش به ما نشون بده که چقدر طول کشید. برو بریم و خب این الان شروع میکنه همه این کارا رو با ما انجام دادن، مگه اینکه اون دستور بعدی رو من آخر اشتباه تایپ کرده باشم که اولی تمام بشه این بعدی نره، ولی فکر کنم درسته. بله اون چند تایی که دانلود کرده بود و دیگه برای ما وقتمون تلف نمیشه. این الان داره میره 41 مگابایت مثلا، این چیه بوست لایبرری میدید به ترتیب دیپندنسی میره جلو، اول لایبرری ها بعد برنامه های اصلی، که این خیلیه، این الان برنامه ها تعداد زیاده دیگه 530 تاست. حالا من اینجام که اینو داریم، اینم که اینو داریم، خب این الان فقط داره دانلود میشه میبینید، و اینم که دیگه با این ترمینالمون کار نداریم، اگزیت میزنیم اینجا میبینیم اینجا. و من الان فرصت خوبی است که این قسمت ویدیو رو تموم کنم. ببینم من نوت دیگری ندارم که به شما بگم. نه قراره در قسمت بعدی وارد KDE بشیم، وارد گرافیکال دسکتاپمون بشیم اگر مشکل نخوریم.
چیز دیگری نیست. بله نوتای من همین. خب من از شما خداحافظی میکنم و در قسمت بعدی ویدیو در خدمتون هستم. فعلا خداحافظ.